بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح چهار قاعدة، شرح فضيلة شيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان، ترجمان شهاب الدين صالح. به نام خداوند بخشنده و مهربان. البته سپاس ستایش برای الله است و از او طلب یاری و مغفرت میکنیم و به الله از بدی نفسهایمان و عملهای بدمان پناه طلب میکنیم. کسی را الله هدایت کند پس برای او گمراه کننده نیست، و کسی را الله گمراه کند پس برای او رهنمای نیست. و گواهی میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست، یکتا است و او را شریک نیست. و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست. اما بعد، مؤلف این کتاب شیخ اسلام و تجدید کننده دعوت یکتاپرستی امام محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان تمیمی، کنیه او ابوالحسین می باشد. در اویینه سال 1115 هجری به دنیا آمده و سال 1206 هجری در درعیه چشم از عالم پوشیده است. چهار قاعده دومین کتابی است که در سلسله کتاب‌های علمی طالب علم جایگاه آموختن را گرفته است. احتمال دادن به این کتاب بر چندین سبب قائم شده است، از جمله نصیحت عالمان ما به آموزاندن آن به عالمان سلف صالح اقتدا کردن. در این کتاب رد به مشرکان زمان ما است، زیرا این کتاب مختصر کتاب کشف شبهات می باشد. این کتاب را پیش از درس دادن کتاب کشف شبهات قرار می دهیم تا در قلب طالب علم هیچ شبهه باقی نماند. این کتاب به سه قسم تقسیم می شود: مقدمه، اهمیت آموختن توحید و یکتاپرستی، قاعده ها. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله کریم پروردگار عرش بزرگ را می پرسم که تو را در دنیا و آخرت دوست دارد و سرپرستی نماید و در کجای باشی تو را مبارک گرداند. سبب ابتدا کردن مؤلف کتاب را به نام الله. یکم، پیروی از قرآن و رسولان و پیامبران علیهم السلام. دوم، پیروی از عالمان گذشته که به هنگام جمع‌آوری و تألیف کتاب با نام الله شروع میکردند. سوم، به خاطر تبرک جستن به نام الله کریم. شیخ الله او را مغفرت کند بعد از نام الله مقدمه را با دعا برای طالبین شروع نموده، و این دلیل محبت شیخ بر طالبین بوده و از الله خواهان همه خیر برای دانشجویان دین می باشد. اولیای الله کسانی می باشند که بین ایمان و تقوا جمع آورده باشند. شیخ اسلام ابن تیمیه رحمت الله بر او باد می گوید کسی که مؤمن با تقوا باشد او اولیای الله می باشد، و دلیل فرموده او تعالی است: آگاه باشد که دوستداران الله نه ترس برای آنهاست و نه اندوگیم می شوند، همان کسانی که ایمان آوردن و تقوا نمودن. برکت، رشد و زیاد شدن می باشد. تبرک، طلب کردن رشد و زیاد شدن. مبارک، کسی که با همگان در همه احوال فایده می رساند و تو را از کسانی گرداند که هرگاه عطا کرده شود شکر نماید. تبرک بر دو قسم تقسیم می شود: یکم، تبرک شرعی. دوم، تبرک منشوده. اون چیزی که دلیل شرعی و حسی بر انجام آن وجود ندارد و از نوعای شرک اصغر به حساب می رود. تبرک جستن حسی مانند علم، دعا و مانند این دو، پس به علم مرد و دعوت او به سوی خیر تبرک جسته می شود. پس این برکت می باشد، زیرا ما از او خیر بسیار حاصل نمودیم. تبرک شرعی مانند نماز خواندن در مسجد حرام یا در مسجد نبوی. نعمت ابتلا و آزمایش است، دلیل های زیادی دارد، از جمله: و شما را به بد و نیک چنان که باید و شاید می آزماییم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید، گفت: این فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جا می آورم یا ناسپاسی می کنم. پس هر کی شکر کند تنها با نفع خود شکر می کند، و هر کی ناسپاسی کند پس به زیان خود نموده است. بیگمان پروردگار من بی‌نیاز و کریم است،
پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و در حدیث آمده است البته سه شخص از بنی اسرائیل را الله خواست امتحان نماید. نعمت تعلق به توحید ربوبیت و الوهیت دارد و شکر آن به دو قسم تقسیم می شود. یکم شکری که متعلق به الله پیش از حصول نعمت است. دوم شکر بعد از واقع شدن نعمت که به نوعهای زیرین تقسیم می شود. و این نوع از بنده خواهان اعتقاد و ایمان قاطع می باشد. به اینکه نعمت تعلق به توحید ربوبیت و الوهیت دارد و شکر آن به دو قسم تقسیم می شود. یکم شکری که متعلق به الله پیش از حصول نعمت است و این نوع از بنده خواهان اعتقاد و ایمان قاطع می باشد و اینکه نعمت رسان همان الله سبحانه و تعالی است و قلبش به جز الله متعلق نگردد و خیر را به جز الله از کسی نطلبد. پس چنانه که جنت را از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم زیرا او مالک آن است. رزق اینچنین است، ممکن نیست که طلب کرده شود مگر از الله سبحانه و تعالی. و بر الله زنده ای که نمیمیرد توکل کن. کسی که به جز الله میپرستید رزق شما را مالک نیستند. پس رزق را از نزد الله بخواهید، یعنی رزق در نزد الله است نه در نزد غیرش، و او را بپرستید و او را شکر نمایید. شکر بعد از واقع شدن نعمت و به نوعهای زیرین تقسیم می شود. یکم قلب و ایمان و اعتقاد خالص و طاعت کامل که رزق و نعمت دهنده الله سبحانه و تعالی هست و هر نعمتی که نزد بنده است از جانب الله می باشد. دوم زبان با بیان نعمت و سپاس آنان و شکر و ستایش الله بر آن نعمت می باشد. و اما در برابر نعمت پروردگارت با سپاس سخن بگو. سوم اعضای بدن، این به صرف نعمت در هایی که او سبحانه و تعالی از ما راضی می شود همراه با عبادت او سبحانه و تعالی از روی نزدیک شدن به او و دوری از گناهان از روی اطاعت امر او. و هرگاه مبتلا شود صبر کند و هرگاه گناه کند طلب مغفرت نماید، زیرا صبر به اجتماع امت واجب است. مردم در وقت مصیبت در دنیا به چهار قسم تقسیم می شوند و آن یکم ناراضی بودن، دوم صبر کردن، سوم راضی بودن، چهارم شکر کردن. ناراضی بودن حرام است و آن گناه از گناه های کبیره است و با آن قلب، زبان و اعضای بدن می باشد. ناراضی بودن با قلب، امام ابن قیم جوزی می گوید البته بعضی از مردم جرأت ندارند که با زبانشان این ناراضگی را آشکار بکنند، ولیکن در نفس خود با این ناراضگی گواهی می دهند و در قلبش می گوید پروردگار من به من ظلم کرد، من را محروم کرد و مانع من شد و تا آخر. پس کسی کم می کند و کسی بسیار، نفست را تفتیش کن، آیا تو از این مصیبت سالم هستی؟ اگر سالم باشی همانا از بلای بزرگ نجات یافته ای. ناراضی بودن با زبان، با ناله، فریاد و گریه کردن و با ویلا گفتن و لعنت و دشنام دادن می باشد. ناراضی بودن با اعضای بدن، با در روی زدن و پاره کردن جامه و کندن موی بدن می باشد. دوم صبر کردن، حکم آن با اجماع امت واجب می باشد و واجب است که با قلب، زبان و اعضای بدن صبر کند. امام احمد می گوید کلمه صبر در قرآن 90 مراتبه ذکر شده است و آن به اجماع امت واجب است و آن نصف ایمان است. پس البته ایمان به دو تقسیم می شود، نصف آن صبر و نصف دیگرش شکر می باشد. سوم راضی بودن، حکم آن مستحب می باشد و آن بالاترین مرتبه صبر می باشد. چهارم شکر کردن، حکم آن مستحب می باشد و آن بهترین و کاملترین مرتبه ها می باشد.